سلام، حال دلتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا که هستید خوب باشید، تندرست باشید. من علی شعبانپور هستم، دبیر درس زبان انگلیسی. خیلی خوشحالم فرصتی هست که خدمتگزار شما باشم و بحث ما مرور نیم سال اول دوازدهم هست. خب، ما دو دسته بچه داریم. یه دسته شماهایی که الان پشت کنکور هستید و دارید شدیداً میخونید که انشالله کنکور 1400 بهتر کنید، و یه دسته هم بچه‌هایی هستن که دوازدهمیان امسال و درگیر امتحانات نیم سال اولشون هستن. به هر حال، چه حالا جزء دسته اول باشید چه جزء دسته دوم باشید، نیاز دارید که یه جنبندی خیلی خوب روی نیم سال اول دوازدهم داشته باشید، کما اینکه مباحث خیلی مهمی هم توی کنکور سراسری خواهد داشت. و همینطور بچه هایی که میخوان حالا امتحان رو تشریح بدن، مطمئنن این قضیه میتونه خیلی کمکتون بکنه امروز توی همین حالا چارچوب خیلی کم و کوچیک که بتونید موفق بشید توی امتحانات تشریحیتون. ببینید، برنامه من امروز به این شکل هستش که یک جنبندی کلی بچه ها از مباحث در واقع درس اول دوازدهم و درس دوم دوازدهم تا صفحه حالا 59 کتاب درسی که الان بهتون میگم شامل کجاها خواهد شد، شامل ریدینگ و کلمات مهم، یعنی همون نیو وردز اند اکسپرشنز توی درس دوم، و همینطور پارت اول گرامر درس دوم خواهد شد. یعنی تا صفحه 59 شما اگر در نظر بگیرید، تا اول شرطی نوع دوم در واقع ما کار داریم و امروز بحث خواهیم کرد. و مطلب بعدی که میخوام بهتون بگم، خب شاید خیلی از شماها در واقع توی مبحث معلوم و مجهول تا الان مشکل داشتید و توی تستاش تشریحی ها و نمیدونستید که داستان چی به چیه. لطفاً شیشتون یه حواسا جمع باشه که این بحث رو یک بار برای همیشه ببینید. خیلی فرصت خوبیه، الان واقعا فرصت خوبیه، و تستایی که براتون انتخاب کردم، مباحثی که اینجا دارم امروز جمع میکنم، قطعاً خیلی به دردتون خواهد خورد. و یه مژده بهتون بدم که شاید هر کدوم از این تست ها رو توی کنکور 1400 هم ببینید. خیلی این حرف منو جدی بگیرید. خب، پس تست های خیلی مهمی امروز بررسی خواهم کرد. من با معلوم و مجهول میخوام شروع بکنم. اصلا معلوم و مجهول، ببینید، من توضیحات بچه ها اضافه تر نمیخوام بدم، چون مطمئنن شما خیلیاتون سر کلاس هاتون بودید، حرفای دبیرای محترمتون رو شنیدید، بچه‌هایی که پشت کنکور هستن مطمئناً این مطالب رو یه بار خوندن، یه آشناییتی باهاش دارید. خب، من فقط میخوام لب به کلامو بگم و جمع بکنم فقط مبحثو. پس به همین دلیل اگر دیدید من یه جای خیلی وارد جزئیات نمیشم، به این دلیل هستش که فقط اون چیزی که تو نیاز داری، حالا چه برای کنکور چه حتی یه سری نکاتی که به درد امتحان تشریحیت بخورن، همونا رو بگم بهت. ببینید، پسیو اکتیو، این چیزی که اینجا بچه‌ها نوشته شده، خب فعل جمله رو داره در واقع روش بحث میکنه. و این رنگ رو عوض کنم، قرمز باشه که حالا بهتر براتون قابل رویت باشه، و همینطور این آبیه رو سایزش رو بزرگتر کنیم. خب ببینید، وقتی که اینجا نوشته اکتیو و پسیو، این یعنی فعل. ببین، میخوام برای همه این بنویسم فعل. خب، یعنی فعل. بعد فعل تو جمله همه کاره یه جمله است. اصلا من اگر بخوام ریشه یه جمله رو تو زبان انگلیسی بررسی بکنم، میگم که آقا هر جمله‌ای این مدلیه، یعنی همون سر جمله باید تکلیف جمله رو مشخص کنه، یا نهاد باشه یا فعل باشه. خب، یا نهاد باشه یا فعل باشه. بعد رابطه نهاد و فعل میاد این اکتیو و پسیو یا معلوم و مجهول رو مشخص میکنه. بعد میبینید اینجا پسیو فلش زده به این ور، اکتیو فلش زده به این ور. خب، این داستان داره. چیه داستانش؟ داستانش اینه که رابطه نهاد و فعل وقتی که داره همه چیه یه جمله رو تشکیل میده و اون معلوم و مجهولش رو داره بیان میکنه، منظور اینطوریه. ببین، اگه فعلشه اینوری باشه، از نهاد به سمت فعل باشه، این میشه معلوم. همونطوری که توی این فعلشه داری میبینی بچه ها، ببین، اکتیو، اکتیو یعنی معلوم. و اگر این فلشه به این ور باشه، این یعنی مجهول، یعنی پسیو هستش. یعنی فلشه اینطوری باشه میشه مجهول. آقا یعنی چی فلشه اونوری باشه اونوری باشه؟ ببین، فلشی که از سمت نهاد به سمت فعل داره میره، یعنی اون بابایی که اول جمله است، اون نهاده، اون داره فعل رو انجام میده. یعنی این نهاده داره فعل رو انجام میده. وقتی فلشه اینوری میشه، یعنی داره فعل میاد روی نهاد. پس نهاده داره میشه. اگه نهاده داره میشه، پس مجهوله. اگه نهاده داره انجام میده، پس میشه معلوم.
پس من وقتی که میگم رابطه این نهاد و فعل سر جمله همونطوری دارید میبینید اینجا نوشتم، ببین یه دونه فعلش دارم پسیو آقا رو به این وره، اکتیو رو به این وره. اگه من نهادی داشته باشم این اول، ببین اگه نهاد داشته باشم این اول، اگر این فعله داره میره روی نهاد پس نهاد داره میشه، اگه نهاد میشه خب مجهوله، اگه نهاد داره انجام میده فعله رو داره انجام میده خب تابلوه پس میشه معلوم. و اگر بخوام برم تو ریزکاریاش این مدلی میشه دیگه، آقا اون جمله‌ای که معلومه پس اون بابای اول جمله، نهادی که اول جمله است اون میشه فاعل جمله و جمله‌ای که فاعل داشته باشه معلومه. و وقتی که فعله داره میره روی این بابایی که اول جمله است یعنی نهاده و داره میشه، پس اصلا معلوم نیست فاعل کیه و جایی که معلوم نیست فاعل کیه یعنی مجهول. خب کمی اینا رو شنیدید، ولی من تو قالب این مدلی دارم بهت بیان میکنم. و پایین یه دونه مثال نوشتیم، این مثاله ببین، پسیو وایس. اگر من مجهوله رو بخوام بررسی بکنم، ببین الان این پسیو وایسه، ما فقط مجهول رو میخوایم بررسی بکنیم، مجهول رو بررسی بکنیم. اگر این بالا رو به عنوان یه دونه جمله در نظر بگیرم که نوشته she writes a letter، الان این جمله من طبق چیزی که الان یاد گرفتیم، ببین طبق چیزی که الان یاد گرفتیم، من اگر بخوام این she و این writes رو فقط در نظر بگیرم به عنوان نهاد و فعلی که اول جمله هستند، الان فلش تو کدوموری میشه؟ یعنی رابطه این شیه که سر جمله است با این فعل اینوری میشه یا اینوری میشه؟ خب شیه داره می نویسه مگه نه؟ پس میشه معلوم، یعنی اون فلش بالایی است. ها ببین فلشی که داره از نهاد به سمت فعل داره میره تابلوه، خب میشه معلوم. اگر نوشتن میرفت روی شی میشد مجهول، نوشتن روی شی نیستش که، شی خودش داره می نویسه مگه نه؟ پس معلومه. حالا همینا تو یه مثال پایینیه ببین، ببین دوباره نوشته a letter بعد نوشته is written، باز فعل دوباره همونه ها. من الان فعلا کار به جزئیات چگونه مجهول شدن ندارم اصلا، فقط حرفم اینه که آقا الان نوشتنه و نامه، الان به نظر تو رابطه بین این نامه و این write چیه اول؟ خب write الان داره میره رو نامه، نامه یعنی میشه، نوشته میشه، آره وقتی که داره میشه پس ببین فعلش این الان میشه این بری. پایینی مجهوله، پس جمله بالایی من الان به عنوان جمله معلوم در نظر گرفته میشه، این به عنوان جمله مجهول در نظر گرفته میشه. چرا؟ دلیلش مشخصه، چون رابطه شی و رایتس رابطه ای هستش که شی داره روی رایت حکم فرمانی میکنه، آره او می نویسه و فلش اون وریه، ولی رابطه لتر و رایت برعکسشه، یعنی رایت لتر داره میشه، لتر که انجام نمیده نوشتن، و نوشتن روی لتره، آره میشه مجهول. این از این. خب یعنی بیس معلوم و مجهولی که شاید خیلی یاتون سوال داشتید راجع بهش، بچه ها اینه داستانش. ببین اون بابایی که سر جمله است اون چیه داستانش؟ داره فعله رو انجام میده یا فعله داره روی اون میشه؟ که بیای معلوم و مجهول اینا رو بشناسی. حالا وقتی که شناختی ببین، ما الان بیایم توی این جدول. این جدول میتونه جدول خیلی مهمی باشه براتون. ببینید ما میدونید که وقتی میگیم بچه‌ها فعل یعنی تنس، اصلا فعل یعنی تنس یعنی زمان. خب این که میگن مهمترین بحث زبان انگلیسی تنس هست، زمانها رو یاد بگیرید، زمان یعنی فعل. پس اگه اینجا برات نوشته شده، ببین اینجا برات نوشته شده تنسس، اصلا تنس یعنی فعل، تنس یعنی فعل. خب بعد اینجا نوشته اکتیو پسیو، دوباره منظورش چیه؟ منظورش اینه که اون فعلی که تو الان داشتی بررسی می‌کردی، من یه بار دیگه مثلا میتونم اینجا برات بنویسم، مگه نگفتیم اصلا ریشه هر جمله‌ای اینطوری نهاد و فعل دیگه؟ خب این فعله الان یعنی زمان، این فعله یعنی زمان. بعد این فعله میتونه معلوم باشه، این فعله میتونه مجهول باشه. اگه معلوم باشه یعنی اون نهاده داره روش انجام میشه، نهاده داره انجامش میده در واقع. اگه مجهول باشه یعنی فعله داره روی اون نهاده انجام میشه که میشه مجهول، آره. یعنی پس من میتونم، ببینید من میتونم فلش اینوری دوباره داشته باشم، اینوری داشته باشم که اگه اینوری باشه این الان میشه معلوم، اگه فعله داره میشه روی این نهاد یعنی نهاده در واقع میشه، خب این میشه مجهول، درسته؟ این تا اینجا. اما ما چه مدل فعل هایی تو زبان انگلیسی داریم؟ منظورم اینه که چه زمان هایی تو زبان انگلیسی داریم. وقتی میگم زمان یعنی فعل، چه افعالی تو زمان انگلیسی داریم؟ ایناست، ببین ایناست. Present simple یعنی حال ساده. Present continuous یعنی حال استمراری.
past simple یعنی گذشته ساده، past continuous گذشته استمراری و present perfect حال کامل. کار به این یکی ندارم چون موضوع گرامر درس سوم دوازدهممون هستش. خب ولی ما کلا فعلا تو این جدول همینطوری نوشتیمش. پس بچه‌ها این یعنی حال ساده، این یعنی فعل حال ساده در واقع، این یعنی فعل حال استمراری، چون میدونید که اصلا وقتی میگه present یعنی حال و continuous یعنی استمراری. past یعنی گذشته، past simple، simple یعنی ساده، پس میشه گذشته ساده. خب past continuous میشه گذشته استمراری و present perfect میشه حال کامل. من این زمانها رو تا ته یازدهم یاد گرفتم که تو درس اول دوازدهم مجهول همینا رو دارم یاد میگیرم. خب پس تمام این زمانها میبینید که بچه‌ها یه ستون اینجا دارن که این ستون الان اکتیو نوشته شده یعنی معلومشونه و این ستون پسیو یعنی مجهولشونه. خب ببین همونطوری که دارید میبینید و میدونید خودتون، حال ساده بچه‌ها میشه شکل اول حرف تو زبان انگلیسی، درسته؟ که ببین اینجا برات نوشته دو، اینجا برات چی نوشته؟ نوشته دو، شکل اول فعل. ام دوینگ میشه حال استمراری، یعنی در واقع ام ایز آر به اضافه فعل آینجی میدونید که میشه این. دید شکل دوم فعل میشه گذشته ساده. وازوبر فعل آینجی میشه گذشته استمراری و میبینید که اینجا واز دوینگ نوشته شده. هفدان هم که هف به اضافه پست پارتیسیپل هست میشه زمان حال کامل که میدونید هز و هف به اضافه پست پارتیسیپل، موضوع گرامر درس دوم یازدهم میشه حال کامل. و اینها معلوم هستن. چرا؟ چون اگر دقت بکنید بچه ها آیی که اول همه اینها اومده، ببین آیه داره کاره رو انجام میده، ببین داره انجام میده دیگه، من انجام میدم، پس این معلوم. بعد تو ستون بعدیه یعنی این که مجهوله، اگه دقت بکنید ببین همه اینها که نوشته is done یا مثلا is being done، was done، was being done، has been done، منظورش اینه که ببین اینوریه الان فعلشه، یعنی تکلیف انجام میشه، الان دو فعل دو روی تکلیفه، انجام میشه. پس چون داره میشه، ببین اینها همه اینا الان فعلشون اینوریه که تابلوه دیگه، الان معلومه تو این ستونه. خب اما نکته ای که هست، خب ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که ببین، ما گفتیم که من اگر بخوام الان این زمان حال ساده، یا نه بذار همین جایی که نوشتم براتون بالا شکلا رو بنویسم. ببین حال ساده بچه ها همون شکل اول هر فعله، شکل یک، شکل اول، شکل ساده هر فعلی تو زبان انگلیسی، اولین شکل هر فعلی تو زبان انگلیسی زمان حال ساده رو میسازم. بعد حال استمراری و گذشته استمراری کلن با ساختار to be فعل ing ساخته میشن. بس من اگر بخوام یه نکته ریز اینجا برات بنویسم، میگم کلن زمانهای استمراری تو زبان انگلیسی یعنی to be به اضافه فعل ing. خب to be یعنی کی؟ یعنی am, is, are, was, were. پس اگر بخوام حال استمراری بسازم، پس میگم خب am و is و آر به اضافه فعل ing، و اگر بخوام گذشته استمراری بسازم میگم واز و ور به اضافه فعل ing. آقا گذشته ساده کیه؟ خب تابلوه، وقتی که شکل اول هر فعلی میشه حال ساده، شکل دوم هر فعلی میشه گذشته ساده دیگه، نه؟ و میدونید که هر فعل بچه‌ها تو زبان انگلیسی سه تا شکل داره، که حالا این مربوط میشه اصلا به هفتم، هشتم، نهمتون. هر فعل تو زبان انگلیسی سه تا شکل داره، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، که الان شکل اولش داره حال ساده رو میسازه، شکل دومش زمان گذشته ساده رو داره میسازه. پس اینجا بنویسم شکل دوم فعل، ببین اینجا بنویسم شکل دوم فعل، پس داره گذشته ساده ای منو میسازه. زمانهای کامل آقا چطوری ساخته میشن؟ ببین کاملها کلن از ترکیب فعل کمکی هف و اون فعل سومیه، یعنی شکل سوم فعل ساخته میشن. حالا که میگیم حال کامل، خب یعنی هز و هف اضافه پس پارتیسیپل. پس اینجا ببینید بچه ها، من بنویسم هز هف به اضافه پس پارتیسیپل. پس اگر بخوام الان دوباره مرور بکنم این زمانهایی که اینجا برات نوشتم، و ببین هر فعل تو زبان انگلیسی سه تا شکل داره، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم. به اضافه اینکه یه سری افعال کمکی تو زبان انگلیسی داریم، am, is, are, was, were, has, have, had, will, would, do, does, did. خب که وقتی میگیم فعل یا زمان با اینها اصلا ساخته میشن، یعنی با ترکیب کمکی و اصلی با هم دیگه ساخته میشن. اوکی؟ حالا
زمان حال ساده یعنی فعل اول، شکل اول بچه ها هر فعلی میشه زمان حال ساده. خب بعد شکل دوم هر فعلی میشه زمان گذشته ساده. بعد راجع به استمراری ها نکته گفتیم. چه نکته ای گفتیم؟ ببین استمراری کلن یعنی تو بی آی ان جی. پس اگر میگن حال استمراری پس میگم ام و ایز و آر آی ان جی، و در صورتی که بگم گذشته استمراری میشه واز اوور آی ان جی. چرا؟ چون اصلا تو بی تو زبان انگلیسی یعنی ام ایز آر واز اوور. و زمان حال کامل هم که میبینید ساختارش میشه هز و هف پس پارتیسیپل، یعنی فعل اولیه پس الان شد مال حال ساده، فعل دومیه گذشته ساده، فعل سومیه مال حال کامل. استمراری هم تابلو هن که با آی ان جی باید ساخته بشن و ساختارشون اینه کلن استمراری ها. تو بی به اضافه فعل آی ان جی که تو بی میشه ام ایز آر واز ور، که ام و ایز آرشو برمیدارم برای حال میشه ام و ایز آر فعل آی ان جی، و واز ورشو برمیدارم از زمان گذشته میشه واز ور فعل آی ان جی. این الان زمانهایی یا فعلهایی هستش که شما بچه ها نیاز داشتید. خب اما گفتیم ستون اکتیو داریم، یعنی معلوم داریم که الان تمام اون شکلهایی که اونجا برات نوشتم و اینجا میتونی ببینی. یا دو شکل اول فعل، ام دوینگ، ام و ایز و آر آی ان جی، ام آی ان جی. دید شکل دوم فعل، واز دوینگ، واز اوور فعل آی ان جی. هاف دان، هوا هست پس پارتیسیپل. پس این فعلایی که اینجا داری میبینی همین شکلایی که الان برات نوشتم هموناست. اما توی این ستون آخریه که گفتیم آقا این مجهوله. مجهول یعنی کی پس آقا؟ الان اون شکلایی که تو گفتی همه اون شکلا ما رو معلومن. پس مجهولم چی میشه؟ مجهول اتفاقا راحت تره. مجهول خیلی راحت تره. میگه مجهول یه دونه شکل داره. ببین. ببین الان اینجا برات مینویسم. اینجا برات مینویسم الان. مجهول یا همون پسیو بچه ها شکلش فقط اینه، to be به اضافه پس پارتیسیپل، و این پس پارتیسیپل همون شکل سوم هر فعلیه. آها آقا، پس فعل سومی که گفتی حال کامل می ساخت اونور، یک کار دیگهش تو زبان انگلیسی ساخت مجهول است. آفرین، دمت گرم، همینه دقیقا. پس فعل اول معلوم حال ساده رو میسازه، فعل دوم معلوم گذشته ساده رو میسازه، فعل سوم علاوه بر این که زمانهای کامل رو توی معلوم ها میسازه، همه زمانهای مجهول هم میسازه. که اگر دقت بکنید پارت دوم همه فعلایی که اینجا تو این جمله نوشته شده دان هست. داری میبینی؟ ببین، دان 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 دان، یعنی در واقع این پس پارتیسیپل است. پس پس پارتیسیپل یعنی کی؟ یعنی فعل سوم، ها؟ یعنی شکل سوم هر فعلی تو زبان انگلیسی. تو بی یعنی کی آقا؟ تو بی یعنی، تو بی یعنی ام، ایز، آر، واز، ور، بینگ، بین، بی. آقا شما الان اونور گفتی فعل تو بی که برای استمراری ها به کار میره فقط میشه ام ایز آر واز ور. ببین، ام ایز آر واز ور افعال تو بی اصلی زبان انگلیسی هن. خب بی، بین و بینگی هم که اینجا برات نوشتم الان، اینا این گوشه که آره الان میتونی رو جزوت خودت ببینی، اینها هم جز افعال تو بی هن. چرا؟ چون ببین همه زمانهای انگلیسی باید یه جوری صرف بشن بالاخره. بعد با ام و ایز و آر واز و ور خالی نمیشده که صرف بشن. به همین خاطر توی زمانهای مجهول یا حتی برای مثلا زمانهای حال کامل استمراری تو بیا رو اضافه تر کردن، سه تا دیگه معرفی کردن که من بهشون میگم ببین بینگ. ام ایز آر واز ور ببین بینگ، یعنی بی بین بینگ. خب بعد تو الان فعلا به بی کار نداشته باش، واسه نیم سال اولت من بی رو میخوام الان اینجا حذفش کنم. پس فعلای تو بی من میشن ام و ایز آر واز اوور بینگ. خب اگر تو بخوای فعل مجهولی درست بکنی، تو همین الان یاد گرفتی اینو. چی رو یاد گرفتی؟ یاد گرفتی که باید از ساختار تو بی پس پارتیسیپل استفاده بکنی برای تمام مجهولا. آقا پس پارتیسیپل که ثابته برای همه فعلا، پس چیش داره فرق میکنه؟ خب تابلوه، اون فعل تو بیه داره میچرخونه زمانها رو. چطوری میچرخونه؟ اینطوری. ام و ایز و آر مال حال ساده است،
was over مال گذشته یه ساده است. being به نظر تابلو نیست، مال زمانهای استمراریه. خب چرا دیگه؟ بس being مال حال و گذشته استمراری. حال استمراری، گذشته استمراری. بعد بین تابلو نیست مال حال کامله؟ چرا دیگه؟ بینم که تابلوی مال حال کامله. بسن که آقا فعلای توبی خیلی سختن و چی کار بکنم، چه مدلی یاد بگیرم، اینا اصلا کار نداره که. کلن فعل مجهول یعنی توبی پس پارتیسیپل. فعل مجهول یعنی توبی پس پارتیسیپل. پس پارتیسیپل که میشه شکل سوم هر فعل تو زبان انگلیسی، فیکس ثابت وصل. آقا توبی یعنی کی؟ ام، ایز، آر، واز، ور، ببین، بینگ. به بیش کار ندارم، یه دونه بینگ دارم یا بی دارم. خب بینگ دارم. اما ایز و آر حال ساده، واز و ور گذشته ساده، بینگ تابلو مال استمراری است، آی ان جی داره دیگه. یه دونم بین دارم که میشه مال حال کامل. بستر این که دیگه آقا من فعلای توبی رو چطوری حفظ کنم و این جدول رو چطوری حفظ کنم و این کجا میاد و اون کجا میاد نداریم. اینا همین چیزی که الان داریم میبینید توی این صفحه جزوه به راحتی همه رو برات نوشتم. و اتفاقی که این ور افتاده فقط یه نکته ریز داره که این نکته معمولا ذهن شما رو به هم میریزه. نکته چیه؟ نکته اینه که آقا شما میگی بینگ هم مال حال استمراری باشه هم مال گذشته استمراری و بین هم خب مال حال کامل باشه، پس چرا اینجا اومدین نوشتین is being و اینجا اومدین نوشتید was being و این has been شده؟ خب نکتهش همینی که الان میخوام بهت بگم. چیه نکته؟ نکته اینه که چون ببین اینجا مینویسم چون being و been افعال ناقص to be هستند، پس برای تکمیل مفهوم آنها از افعال کمکی هر زمان قبل از آنها استفاده می کنیم. درست شد؟ یه بار دیگه میگم. ببین افعال توبی یعنی کی؟ یعنی ام، ایز، آر، واز، ور، بی، بین، بینگ. خب بعد حرف من چیه؟ حرف من اینه که به بی فعلا کار ندارم، پس افعال توبی من میشن ام، ایز، آر، واز، ور به اضافه بین. من ام، ایز، آر حال ساده، واز، ور گذشته ساده. دو تا استمراری دارم، حال استمراری و گذشته استمراری. با کی ساخته میشن؟ با بینگ ساخته میشن. یه دونه حال کامل دارم، با بین ساخته میشن. اما داستان چیه؟ داستان اینه که این بینگه و بینه چون هم در واقع فعل توبیه ناقصن، این یه نکته، هم این که اگر ما بخوایم برای هم حال استمراری هم گذشته استمراری جفتش بگیم بینگ، پس کجا بفهمیم کدوم حال و کدوم گذشته است؟ خب پس به همین خاطر میام چیکار میکنیم؟ میگیم که آها این چون ناقصه پس من میام به بینگه، ببین پس این اتفاق میفته، پس این اتفاق میفته. من بینگم و ببین دو تا اینجا می نویسم، یه دونم بین می نویسم. چه اتفاقی می افته؟ این اتفاق می افته که من برای بینگ می تونم ام و ایز و آر در نظر بگیرم، برای بینگ واز و ور در نظر می گیرم و برای بین همون هز و هف حال کامل رو در نظر می گیرم. و این مدلی میشه که الان این ام و ایز و آر بینگ با هم میشه توبی حال استمراری و اینطوری میشه که was over being میشه توبی گذشته استمراری و اینطوری میشه که has been و یا have been میشه توبی حال کامل. اوکی؟ پس منظورمون اینه که اون بینه و بینگا خودشون تنهایی چون خودشون تنهایی ناقصن پس میان چیکار میکنن؟ میان ام و ایز آر واز اوور ام و ایز آر بینگ میشه توبیه حال استمراری، واز اوور بینگ توبیه زمانه گذشته استمراری و هز و هفه همون حال کامل رو میدن به بین میشه توبیه. پس آقا انگاری فرق حال کامل معلوم با حال کامل مجهول تو اون بینه میشه فقط. آفرین. اصلا
حال کامل معلوم یعنی has و have past participle، حال کامل مجهول یعنی has و have been past participle. همین تموم شد رفت. و حواستون باشه is being میشه فعل to be، being خالی to be نیست. has been میشه فعل to be، have been میشه فعل to be، been خالی فعل to be نیست. اوکی؟ حالا باز میریم تو تستا بیشتر سر و کله خواهیم زد روشون. اینجا چند تا مثال نوشتیم بچه‌ها برای مدل ترجمه کردن اینها. ببینید حال ساده گذشته، ساده حال استمرار گذشته، حال کامل. همه اینها الان فعل‌های مجهوله. بعد میدونید که این زمان‌ها چطوری به فارسی ترجمه میشن این مدلی. من اگر بخوام اینها رو با شدن ترجمه بکنم، ببین اینجا برات بنویسم. میدونید که مجهول رو با چی ترجمه میکنیم؟ شدن ترجمه میکنیم. خب اوکی، من مجهول با شدن ترجمه میکنم. خب حال ساده رو میدونید چطوری ترجمه میکنن؟ حال ساده همون که کاری که روتین، معمولی، روزمره، همیشه یه طبق عادت، بیان واقعیت ها میشه می شود. حال ساده این مدلی ترجمه میشه. اگه با شدن میخوام ترجمه کنم میشه میشه. گذشته ساده کاری انجام دادم تموم شد که ماضی ساده است. میشه شد. حال استمراری میشه داره میشه. داره میشه. گذشته استمراری داشت میشد. حال کامل خب معلومه ماضی نقلیه دیگه. حال کامل روزنشون پرانتز برات بنویسم. حال کامل اصلا ماضی نقلیه. میشه شده است. خب الان طبق همین پروسه برو ترجمه کن، از خودت حال کن. اول چی نوشته؟ are built. are built من از کجا بفهمم که مجهول کدوم زمانه؟ خب are داره با past participle دیگه. آر هم توبی مجهول حال ساده بود، یاد گرفتیم دیگه الان اون براره. پس چی ترجمه کنم اینو؟ ساخته. چون آر داره بگم میشوند دیگه. نه این دوتا چون ایز دارن جفتشون رو میگم میشود. ببین میشود میشود. خب کار نداره که. این الان میشه دیده میشود، این میشه استفاده میشود. دیدی؟ به همین راحتی. یعنی تو هر جا ام و ایز و آر به اضافه پس پارتیسیپل میبینی یعنی مجهول حال ساده، و مجهول حال ساده با میشود ترجمه میشه. مجهول گذشته ساده میشه شد. بیا الان من واسه هر سوتاش میمیستم شد 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 شد. این چون وره بگم شدند. نه شدند. اوکی. was invented یعنی چی؟ آفرین یعنی اختراع شد. were killed کشته شدند. و was sold فروخته شد. دیدی؟ ستون بعدیه داره میشه. خب آر بینگ بیل چون آر داره بگم دارند میشوند. دارن میشن. آره چی دارن میشن؟ پس ببین دارند میشوند. خب دارند ساخته میشوند. آره پس این تیکه رو دارندش رو جا به جا بکنم که ترجمهش اوکی بشه، بگم دارند ساخته میشوند. is being repaired. repair یعنی چی؟ یعنی تعمیر کردن. این مجهوله، با شدن باید ترجمه بکنم. پس میگم داره تعمیر میشه. این یکی is being used داره استفاده میشه. ببین به همین راحتی. پس تو از این به بعد میدونی دیگه هر جا is being یا are being به اضافه past participle دیدی اون مجهوله، و مجهولیه که باید با داره میشه ترجمهش بکنی. یا دارن میشن یا داره میشه. خب اگه بخوام با was و were being past participle بگم، خب میشه گذشته استمراری داشت میشد باید ترجمه بکنم. بریم سراغ اولیه. was being made داشت ساخته میشد. و سلام. were being cleaned ور داره. خب بگم داشتند. داشتند تمیز می شدند. was being stolen. stolen که بچه ها می دونید past participle فعل steal هست دیگه. steal به معنی دزدیدن. خب was being stolen یعنی داشت دزدیده می شد. حالا دیدی ترجمه کردن چقدر راحته؟ و این فعل معلوم و مجهول رو دونستن و مدل ترجمهش چقدر میتونه تو تستای وکب، توی کلوز تستا، توی سوالات درک مطلب به تو کمک بکنه، حتی تو زدن تستای گرامر.
تو معنی یه دون فعل رو هم که فقط بدونی، چون ببینید بچه ها فعلای معلوم و مجهول رو سخت نمیده بهتون توی گرامر. خب have been built چی بگم؟ ساخته شده. and has been used استفاده شده است. have been sold فروخته شده. and حالا برو واسه خودت 500 تا فعل دیگه مثال بزن، هر جا دیدی راحت ترجمه کن و سلام. تمرین داریم اینجا. چه تمرینی؟ خوب دقت کن. a new bridge یه پل جدید. خب پلو چی بگم؟ الان پل و این فعل بیلتی که بچه ها اینجا هست، خب و بیلده، پله میسازه یا ساخته میشه، منظورم چیه؟ منظورم اون فعلش هست. الان فعلشه اینوریه مثلا برای ساختن، ببین، یا اینوریه. خب ساختن روی پل است، پله داره میشه، ساخته میشه، پس مجهول میخوام. مجهول یعنی کی؟ پس اکتیو نیست. مجهول میخوام، مجهول یعنی to be past participle. چه to be بنویسم براش؟ برو پیدا کن دیگه. ببین اینجا نوشته 2 years ago، اینم مال گذشته ساده است مگه نیست؟ چون مال گذشته ساده است، الان باید تو بی گذشته ساده انتخاب بکنی. تو بی گذشته ساده کی بود؟ واز اوور. واسه ای نیو بریج چی بذارم؟ واز باید بذارم دیگه، نه؟ پس پارتیسیپل بیلد آقا چی میشه؟ خیلی راحته، همین دی رو که فقط بنویسی تی درست میشه، یعنی پس میشه واز بیلت. و سلام. میریم دومیه. داره میگه the most common type of language that، میگه common ترین نوع زبان، زبان که. خب الان زبان چیه داستان؟ speak. speak زبان بچه ها صحبت میکنه یا صحبت میشه؟ فلش کدوم وریه؟ صحبت میشه. آره صحبت میشه. پس میخوام چیکار کنم؟ میخوام مجهول بنویسم. مجهول یعنی کی؟ یعنی تو بی پاس پارتیسیپل. پس برم تو بی پاس پارتیسیپل بنویسم. پاس پارتیسیپل speak چی میشه؟ پاس پارتیسیپلش speak، spoke، spoken. آره فعل سومشه دیگه. پس تو بی براش کیو انتخاب بکنم؟ زمان چه زمانیه؟ وقتی داره معمولی صحبت میکنه و فعل ایز اینجا براش نوشته، تو هم مجهول حال ساده براش بنویس و واسه زبون بگو پس ایز spoken. و بقیه تمرین ها رو خودت به عنوان کار و تمرین کار کن اینجا، ببین معلوم میخوای یا مجهول میخوای. میتونه برات خیلی مهم باشه این قضیه و به عنوان یک نمونه سوال میتونید اینو در نظر بگیرید که البته باز پاسخهای اینا رو توی همین جزوه ما روی سایت میذاریم براتون زیر همین فیلم که میتونید بعد چک بکنید حالا پاسخهای خودتون رو. اما میریم سراغ ریلیتیف کلاس که موضوع گرامر درس دوممون هست بچه ها. ببینید ریلیتیف کلاس ها یعنی ضمایر موصولی. اینجا برات اگه بخوام بنویسم یعنی ضمایر موصولی. خب ضمایر موصولی یعنی اونهایی هستند که میان بندهای وصفی رو به یه دونه اسم وصل میکنن بچه. بند وصفی یعنی چی؟ بند وصفی، ببینید بند وصفی اسم رو توصیف میکنه. بند وصفی یا جمله واره وصفی در زبان انگلیسی همیشه بعد از یک اسم میاد و آن را توصیف میکند، که این اسم ممکنه فاعل جمله باشه، ممکنه مفعول جمله باشه، اصلا فرق نمیکنه و اصلا مهم نیست. خب تو فقط بدون که این بند وصفی بعد اسم داره میاد و توضیحات اضافه تر راجع به یه اسم تو زبان انگلیسی میگن بند وصفی. بعد بند وصفی تو فارسی خودمون دیدیم چطوری میگیم؟ با که بیانش میکنیم، یعنی اون توضیحاتی که میخوایم بدیم بعد از اسم اول یه که میاریم، بعد توضیحاتو میاریم. مثلا میگیم پسری که، دختری که، مردی که، خونه ای که، شهری که، و بعد از اون که بقیه توضیحات رو میدیم. این ضمایر موصولی که اینجا برات نوشتم یعنی همون که فارسی. این ضمایر موصولی یعنی همون که چطوری بیان میشن تو انگلیسی؟ این که با هو و هوم و ویچ بیان میشه و به جای ستای اینها میتونی از دت هم استفاده بکنی. پس ببین تو به جای ستای اینها میتونی از ذات هم استفاده بکنی. آقا الان پس این چهارتا همشون معنی که میدن دیگه؟ آره، هو و هوم و ویچ معنی که میدن، این تا اینجا و ذات همینطور. پس فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که بسته به اسمی که تو داری توصیف میکنی، اگه اسمت انسان باشه،
از هو و هوم استفاده میکنی، اگه اسمت غیر انسان باشه از ویچ استفاده میکنی. خب این تا اینجا یه نکته. نکته بعدی، آقا انسانه چرا دوتاست؟ واسه این که شما بعد از هو همیشه فعل به کار میبرید، بعد از هوم فاعل به اضافه فعل به کار میبرید. بعد هوم همیشه فاعل و فعل میاد، ولی بعد هو مستقیم فعل میاد. واسه همین اصلا به هو میگن فاعلی، به هوم میگن مفعولی. خب این تا اینجا. این بند وصفیه به اضافه این ضمایر موصولی رو الان توی این مثال ها قشنگ میتونی ببینی. بریم بررسی بکنی. ببین میگه my sister who was born overseas likes to travel. بچه ها شما الان اگه دقت بکنید این تیکه who was born overseas که حتی با اصلا خط سبز هم مشخص شده برات، این تیکه الان میشه بند وصفی تو. این بند وصفی کیو داره وصف میکنه الان؟ این سبزه، این سبزه الان داره کیو وصف میکنه؟ این سبزه داره my sister رو وصف میکنه. بعد بقیه جمله اینجا likes to travel. پس من یه نکته مشخص شد اینجا برام. چه نکته ای؟ خوب دقت کن. نکته اینه که ببین جمله اصلی تو اینه الان my sister likes to travel. خب بعد اون تیکه ای که من الان هایلایتش کردم و با خط سبز مشخص شده توی تمام این جمله ها، توی تمام مثال هایی که الان تو جزوت داری میبینی، این میشه بند وصفی. یعنی ربطی به اجزای اصلی جمله نداره اصلا. منظور چی آقا؟ منظورم اینه که الان فعل جمله تو لایکه، لایک فعل اصلی جمله است. این بند وصفی درست خودش یه فعلی داره الان اینجا was born رو داره، ولی این was born فعل بند وصفیه. یعنی صرفا who was born overseas میشه بند وصفی، همش مال my sister هست، اما در اصل من اگر این بند وصفی رو حتی بردارم از جمله بکشم بیرون هیچ اتفاق خاصی نمیفته. یعنی جمله من این میشه my sister likes to travel و سلام. حالا میخوام توضیحات اضافه تر بدم راجع به اون my sister. میگم who was born overseas که خارج از کشور به دنیا اومد، و پایینی هم همینه the window which is on right. ببین the window is open جمله اصلی توه. بعد حالا کدوم ویندو، کدوم پنجره؟ توضیحات اضافه، پنجره ای که which is on the right که سمت راسته. ببینی این میشه بند وصفی. و همینطور که میبینید خوب و ویش رو معنا دارم که ترجمه میکنم اینجا. خب و این مثال های پایین هم الان همینه دقیقا. ببین this is George. و سلام. نقطه من میتونستم اینجا بذارم ولی اومده توضیح اضافه در داده. جورج کیه؟ که تو ملاقات کردی توی خونمون پارسال. میبینی؟ توضیح راجع به جورج. پایینیه رو ببین this is the house یه خونه است that Jack built که جک ساخت. خونه رو جک ساخت. الان توضیحات این خط سبز بچه ها همشون بند وصفی هم. توضیحات راجع به اسم پشتیشون، اسم قبلشون. رو جزوه ترنگ نگاه بکنی ببین الان همه رو بعد مشخص میکنم. ببین الان جورج اینجا اسم منه داره وصف میشه، اینجا هاوس اسم منه وصف میشه، اینجا بوک اسمته وصف شد، اینجا اکتر وصف شد، و اینجا the boy whose father. بچه ها whose مالکیت رو بیان میکنه، منظورش اینه پسری که پدرش، و فادری که بعد از whose الان اینجا اومده در واقع متعلق به این پسره هست. و whose همیشه به اضافه اسم میشه بچه ها، خودش به اضافه اسم میشه. اون اسم مرجع یا اسم اصلی هم که داره وصف میشه قبلش میاد، این هم اون اسم مرجعی هستش که داره وصف میشه در واقع. پس این از بند وصفی که حواستون باشه بهش. و چیزی که خیلی مهمه دارید میبینید که اگر از هو و هوم داریم استفاده میکنیم، برای اسم انسان داریم استفاده میکنیم، بعد هو فعل میاد، بعد هوم فاعل و فعل میاد، این تا اینجا. و ویش برای غیر انسانی که تو همه اینا دارید میبینید. اوکی اینطوری. البته ما ضمایر موصولی دیگه ای هم داریم ها، مثل where، مثل نمیدونم what، مثل why. خب که نمیگیم اونا رو دیگه، چون تو کنکور سراسری نمیاد، تو امتحاناتتون هم نمیاد اصلا. بحث تگ کوئسشن هم که بحث خیلی راحتی هست، خیلی هم اصلا نمیخوام حرف بزنیم راجع بهش. میدونید که بچه ها یه جمله شما دارید که توی اون جمله بر اساس جمله اصلی شما، یعنی فاعل و فعلی که شما دارید، یه تگ کوئسشن میپرسید. تگ کوئسشن رو خود گوینده همیشه میگه، خود گوینده میگه. یعنی چی؟ من یک دانش آموزم. اینطور نیست؟ منظور چیه؟ یعنی نیستم. تو یک معلمی، نیستی. اونا بد بازی میکنن، نمیکنن، اون دیر میاد، همیشه نمیاد. یعنی شما یه دونه سوال کوتاه، اصلا تک کوئسشن یعنی سوال کوتاه،
یه دونه سوال کوتاه، دامنه سوالی، دنباله سوالی، زمینه پرسشی، همه این اسما رو بهش میدن. این اسما رو ته جمله اصلیه، ببین الان همونجوری که اینجا دقت بکنی، ببین اگه دقت بکنی من اینجا برات این تیکر رو مشخص کردم که با سبز نوشتم، این الان تگ کوئسشن هست. الان به این الان میگن تگ کوئسشن. که چطوری ساخته میشه بچه‌ها؟ از ترکیب فعل کمکی به اضافه ضمیر فاعلی. یعنی توی تگ کوئسشن همیشه باید پارت اول فعل کمکی جمله باشه و پارت دوم ضمیر فاعل کمکی. و کجا بنویسم؟ خب کار نداره، خود این جمله فعل کمکی بهت میده. و ضمیر فاعلی هم که با توجه به فاعل اون جمله نوشته میشه. و ریزکاریاش رو قطعا همتون بلد هستید، فقط اینجا جنبندی میکنیم. ببین ضمایر فاعلی که اینها هستند و اینها هم که فعل کمکی هن که تو جمله میدن. الان مثلا من این تگ کوئسشن میخوام واسه این بنویسم، میگه my friend and I. خب الان این فاعل منه، بعد میگه are. نکته که تو تگ کوئسشن بچه ها خیلی مهمه، چه نکته یه نکتهش اینه که اگه فعل تو اینجا مثبت باشه این ور فعل کمکی تگ کوئسشن رو منفی مینویسی و این ور اگه منفی باشه اون ور مثبت مینویسی. مگه نه؟ همینطوری که ما الان داشتیم میگفتیم اونا بد بازی میکنن، نمیکنن. تو یک دانش آموزی نیستی، ها؟ خب تابلوه که برعکس میشه فعله. الان اینجا آر هستش، چی باید بنویسم؟ به جاش بنویسم aren't. و اینجا my friend and I دوستم و من چی بنویسم به جاش؟ خب we باید بنویسم، میشه aren't we. این یکی رو ببین، میگه I don't know anybody who. حالا کار ندارم به بقیهش. این don't مگه نیست؟ خب دو بنویسم براش، آی هم که خودشه. بس سلام. بعدی رو ببین، مثلا the color of her eyes is. فعلم ایزه، این وقت چی بنویسم؟ isn't. و the color of رنگ چشاش براش it بنویسم. بالایی رد خورد، بالایی چقدرم باحاله. خوب دقت بکن، خوب گوش کن. it's hardly. بچه ها هاردلی و کلماتی از این قبیل که قیدهای منفی کننده هستند، اگر توی جمله باشن اینا خودشون فعل رو منفی میکنن و تو توی تگ کوئسشن مثبت بنویس فعل تو. منظورم چیه؟ منظورم اینه که ببین الان این دار نوشته ایتس، یعنی میشه ایت ایز. خب ولی چون هاردلی آورده انگاری میشه ایزنت، یعنی الان این منفی در نظر گرفته میشه ایزه. این ور تو باید مثبت دوباره براش بنویسی، حواست باشه ایزنت ننویسی براش. خب و داره میگه ایت، خب خودش، پس میگم ایز ایت. دیدی؟ پس حواست باشه hardly, little, few, rarely، آره no، یه همچین چیزایی اگر بود اینا خودشون دارن منفی میکنن. و اینها رو هم باز دوباره به عنوان تمرین خودت مینویسی. من فقط بیام این you believe that رو برات بنویسم، یعنی دومیه رو. خب بچه ها توی جمله های مرکب که that clause ها هستن، ببین میگه you believe that، تو معتقدی که. توی that clause من باید چی کار بکنم؟ توی that clause من باید دو تا کار بکنم، یعنی دو تا چیز رو باید در نظر بگیرم. اگر that clause من داره با I شروع میشه، یعنی میگم I think that، I believe that، I guess that، I suppose that، اگه با I داره شروع میشه، تو تگ کوئسشن میخوای بنویسی باید با پارت دوم بنویسی، یعنی اون جمله‌ای که بعد از that میاد. مثلا I believe that they are American. اوکی؟ الان تو کار به I believe that نداشته باش، دیگه حذفش کن، یعنی انگاری کلا نمیبینیش. چرا؟ چون با فاعل I داره شروع میشه. ولی اگر این that clause با فاعل I شروع نمیشد، با هر فاعل دیگه ای شروع میشد، تگ کوئسشن تو با همون بنویس. الان اینجا ببین نوشته you believe that. خب الان you believe that با آی که شروع نشده، اوکی، پس با خود این تگ کوئسشن بنویس، کار به این دیگه نداشته باش، کار به اون جمله که بعد از اون that clause داره میاد دیگه نداشته باش. پس میام چی بگم اینجا؟ you believe، خب میشه don't you، به همین راحتی. و بقیه اینا رو بزن که ما میتونیم این پاسخنامه رو سایت بذاریم زیر فیلممون دیگه. آره خیلی خوب، ما این پاسخنامه رو میذاریم بچه ها رو فیلممون. فقط من سه تا دونه تست، من وقت دارم برم، سه تا دونه تست و بچه ها من برای شما اینجا به عنوان تمرین و آشنا بشید که چطوری باید تست بزنید براتون میزنم. بقیهش رو پاسخنامه اینو توی یه فایل زیر همین ویدیو میتونید ببینید. اوکی؟ تست شماره یک، Who was trying, was trying, that trying و whom he trying. تستیه که قطعاً میتونه یکی از تست های کنکور 1400 باشه. قطعاً که چه ارز کنم 100% تست کنکور 1400.
یعنی توی همین قالب. توی چه قالبی؟ توی این قالب که یه گزینه بند وصفی بهت داده، یه گزینه فعل بهت داده، باز دوباره یه دونه that trying که اصلا من نمیدونم چی حالا بررسیش میکنیم و whom he trying باز دوباره وصفی. یعنی بین وصفی و فعل اومده دعوا انداخته. آقا چیکار بکنم همچین چیزی رو دیدم؟ یادت الان تو شکل بند وصفی داشتیم بررسی میکردیم آقا بند وصفی تو میتونی اصلا جمله برداری بکشی بیرون هیچ گونه اتفاقی هم نمیفته. اصلا بند وصفی یا جمله واره وصفی اسمش روشه. یه چیزیه که آویزون به جمله است. جمله اصلی داستان خودشو داره، نهاد خودشو داره، فعل خودشو داره. پس اگر الان جمله من یه دونه فعل داشته باشه، پس من نیاز به فعل دیگه ندارم. برم بررسی بکنم. The neighbors reported that. آها، اینها این فعل جمله منه الان. خب من فعل نمیخوام دیگه. فعل یعنی کی؟ فعل زمانهایی که الان بالا یاد گرفتی. معلوم و مجهول. حال ساده، گذشته ساده، حال استمراری، گذشته استمراری، حال کامل. الان پس من فعل نمیخوام دیگه. آره، چون جمله فعل داره. ببین، چون فعل داره جمله، پس میام گزینه دو رو حذفش کنم. بعد بچه‌ها گزینه یک، سه و چهار دارن whom he trying، who was trying و that trying رو بیان میکنن. من میخوام الان این سه تا گزینه رو بررسی بکنم. شیشتونگ حواست جمع باشه، شیشتونگ حواست جمع باشه. الان اسمی که داره بررسی میشه اینجا the man هست، مگه نیست؟ نکته اول، خود این اسم توی بند وصفی که بعدش داره میاد نباید دوباره تکرار بشه. یعنی گزینه چهار هست. چرا آقا؟ هی داره. خب هی یعنی خود من. پس نکته‌مو یه بار دیگه میگم، خود اسمی که داره وصف میشه تو بند وصفیش نباید دوباره تکرار بشه. من نباید ببینمش تحت هر شرایطی، تحت هر عنوانی، به هر شکلی. پس این هست. آقا سه نوشته that trying. اوکی، الان گیریم که that میشه که، بعد از that trying، تراینگ مگه فعله؟ آقا تو باید بعد از ضمیر موصولیت فعل درست و حسابی و پدر مادر دار داشته باشی. آقا فعل یعنی کی؟ فعلایی که یاد گرفتی اول، معلوم و مجهولایی که یاد گرفتی اول. فعل یعنی اون فعل آی ان جی مگه فعله؟ من الان امروز گفتم فعل آی ان جی فعله؟ فعلی که اما ایزوار واژو بر اضافه آی ان جی داشته باشه فعل، فعل آی ان جی خالی خودش که فعل نیست که. پس دو هم، پس سه هم هست، میشه گزینه یک. Who was trying. تست بعدی رو ببین. The grass چای خالی on the table. اوکی، چی بگم؟ Contains. آها، داستان دوباره همونه. دعوا سر اینکه آقا وصفی میخوام یا برم بررسی کنم. Contains یعنی حاوی بودن. یعنی حاوی بودن، شامل بودن. آقا شامل، خب الان این فعله نه؟ فعل contains، فعل حال ساده است. من فعل دارم، پس is رو نمیخوام. ها؟ That is میخوام، which خالی، یا is. Is that هم دوباره میشه فعل بچه ها. Is that، پس اینو هم حذفش کنم، اینم هیچ. حالا that is یا which. ببینید الان that is یعنی لیوان که هست، which خالی اگر بنویسم میشه لیوان که. لیوان که روی میز، یعنی چی لیوان که روی میز؟ خب لیوان که هست روی میز. آره، پس هست میخواد، باید گزینه یک رو انتخاب کنم براش. سه رو حذف. سه رو ببینید، تک کوئسچن. بریم بررسی بکنیم. اوه چه جمله طولانی. خب نکته چیه؟ نکته اینه که سینس داری میبینی، شما هر وقت توی جمله های مرکب و این مدلی طولانی سینس داری میبینی، ون داری میبینی، مثلا وایل میبینی، چه میدونم بیکاز میبینی، خب و امثال اینها، ایف مثلا میبینی که این میتونه خیلی مثلا پرتکرار باشه و احتمالی باشه برای کنکورتون بچه‌ها. شما هر وقت اینا رو دارید می‌بینید، اینها جمله‌وارهای پیرو رو می‌سازن و ما چیکار به پیروها داریم؟ ما گفتیم تک کوئسچن رو با توجه به جمله اصلی می‌نویسیم. پس من این تیکه‌ای که اصلا بعد از سینس اومده و بعد از هر کدوم از اینایی که واسط نوشتم تو جمله دیدی میاد، اینا رو حذف کن. پس جمله اصلی من میشه اون دیگه. پس وازنت دارم، فعلش منفی، مثبت باید بنویسم. ببین فقط اینه، واز ایت. اینم از بقیه تستا رو هم پاسخشون رو میذارم براتون. تستای خیلی 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 پرمغزی هستن، بهشون دقت بکنید. متاسفانه تا این بیشتر نبود توی این جنبندی که من بخوام حالا همه این تستا براتون کار بکنم، اما جنبندی همینه بچه ها. یعنی اینکه ما بیایم همه مباحث و همه مباحث نیم سال اول رو این مدلی جمع بکنیم براتون و پاسخ تستا رو براتون میذارم. خیلی جدی بگیرین تستا رو، باز دوباره دارم تاکید میکنم. انشاءالله توی فرصت‌های بعدی ما هنوز هستیم باهاتون و در خدمتتونیم. توی همایش‌هایی که برگزار خواهیم کرد ثابت کردیم و همینطور تستای احتمالی که من هر سال دادم، قطعا همه اون بچه‌هایی که منو می‌شناسن می‌دونن که
چند تاشه اینا تو کنکورها داره میاد و کنکور 98 و 99 این قضیه رو ثابت کردیم. 400 هم انشاءالله سعی میکنیم که ثابت بکنیم. هستیم باهاتون. خیلی مواظب خودتون باشید و خیلی خوشحالم که نیم سال اولمون هم جنبندی شد رفت. این تستا رو بزنید برای خودتون و انشاءالله توی دفعات بعدی میبینمتون. خدا حافظتون.